سلام عرض می کنم خدمت دوستان و همراهان عزیزم. انشالله هر جی که هستین حالتون خوب باشه، تنتون سلامت باشه. دوستان، امروز در خدمتتون هستم با یه غذای خیلی خوشمزه و مجلسی. این غذایی که من میخوام براتون درست کنم با قالی پلو با ماهیچه گوسفند. چند تا دوستانم ازم درخواست کرده بودن که با قالی پلو درست کنم، منم دیگه فرصت مناسب دیدم، گفتم چون نزدیک عید فطره این غذا رو درست کنم که به دردتون بخوره. این ماهیچه‌ای که من میخوام درست کنم ماهیچه گوسفنده گرفتم. حالا شما با هر گوشتی میتونید درست کنید، با ماهیچه گاو میتونید درست کنید، با این گوشت‌های خارجی هم میتونید درست کنید. اگه وقت ماهیچه نداشته باشین، عوض کرده باشین، میشه، با همه چیز میشه درست کرد. دوستان، این ماهیچه‌ای که من میخوام درست کنم یه روشیش هست به نام برادران کریم. اون روشی که دارم میگم به نام برادران کریم، اون روش خیلی روغن میبره با پیاز فراوان، یعنی پیاز فراوان زیرش میریزن، روی گوشتن میریزن و کامل با روغن روشو پر میکنن، میذارن پخته میشه، یعنی انگار که مثل اکبر جوجه. حالا من اون روش رو خودم شخصا زیاد پسند نمیکنم، به خاطر اینکه خیلی روغن میبره. ممکنه مخاطبین عزیزم اون روش رو زیاد دوست نداشته باشن، مثلا میگن چربه. اینم که من میخوام درست کنم همونه، هیچ فرقی نمیکنه، همون ماهیچه از همون پیازه، اون تا با یه تفاوتی که داره روغن کمتر میبره. حالا الان من این موادش رو خدمتتون بگم، بعد بریم کارمون رو شروع کنیم. دو تا ماهیچه داریم. حالا شما بستگی داره به نفرات خودتون، حالا اگر یه نفر باشین یا دو نفر باشین میتونید یه دونه ماهیچه هم کافیه درست کنید. اینجا حالا من دو تا ماهیچه گذاشتم. 3 عدد پیاز متوسط داریم، 4 حبه سیر پوزکنده، 2 تیکه چوب دارچین، 1 قاشق چای خوری پودر زنجبیل، نصف قاشق چای خوری فلفل سیاه، 3 عدد برگ بو داریم، 1 تیکه رزماری و 1 کپی سیر کوچک، 50 گرم کره، زعفران دم کرده لازم داریم، زردچوبه و نمک. تا اینجا اینه که خدمتون گفتم برای ماهیچه بود. حالا بریم سراغ باقالی پلو. 3 پیمانه پلو پز، اینجا من برنج گذاشتم. هر چقدر که برنج داریم نصفش باید باقالی باشه. حالا اونم باز بستگی داره به خودتون، اگر دوست دارید میتونید بیشتر بریزید. این نصف برنجمونه، 1.5 پیمانه باقالی گذاشتم من. و شوید خورد شدم 1.5 لیوان فرانسوی. خب الان ما باید اول پیازمون رو خرد کنیم. پیاز رو باید خلالی خرد کنیم. خب دوستان، الان کاری که من میخوام انجام بدم، این ماهیچه‌ها رو یه تفته کوچولو بدم، میذارم کنار، میریم سراغ اون پیازایی که خرد کردیم. سرخ شده یک هفته خیلی کوچیک دادم، حالا همین کافیه. برش بیارم خب من ماهیچه رو در بردم، تاورش رو سم تمیز کردم که پیازش رو بذارم آماده بشه. البته پیاز رو نمیخوایم سرخ کنیم، فقط میخوام شیشه ای رنگ بشه. فعلا میریزم داخل تاوه. این کره رو می‌ریزم روی پیازمون. این کره طعم خیلی خوب میده بعد به خورشمون. سیرش هم من اضافه می‌کنم، یه تفله کوچولو بخورشون. میگم نمی‌خوایم سرخ شه. سیرا رو ببینید دوستان، اینه من با چاقو له کردم، هم خوب میشه هم نرد میشه. اینطوری با چاقو که له میکنی، یه تا قاشق چای خوری زردچوبه اضافه میکنی. زردچوبه که جدید گرفتم خیلی رنگش قشنگه، میبینی؟ بله قشنگه. زعفرون ریختی، خیلی زردچوبهش خوبه. خب حالا ما این ماهیچه رو میذاریم روی پیازمون.
پرسیه و زنجبیل رو اضافه میکنم. این هم برگ بور، یکی روزماری، دو تا چوب دارچین. این سیر هم من همینطوری میذارم این کنار. درسته دوستان، این اصاره ای که من گوشت رو که تفت دادم از خور گوشت خارج شد، این هم من اضافه میکنم. خوراکمون رو خوشمزه میکنه. و حالا آب اضافه میکنم، آب میریزم که قشنگ پخته شه با شعله کم. آبی هم که الان من اضافه کردم آب جوشه. خب من حدودا 2.5 لیوان آب اضافه کردم چون غذا آب میخواد که پخته شه. حالا هرچی هم که بگیم با پیاز پخته میشه، ولی آب رو میخواد یکی 2 لیوان. حالا جوش اومد، مزهش رو کم میکنم، درش رو میذارم. حدودا یه روب دیگه میام یه مقدار زعفرون هم بهش اضافه میکنم. یعنی غذای خیلی خوشمزه این ماهیچه، به خاطر اینکه خودش هم روغن داره، به خاطر این دیگه نمیشه بیش از حد روغن بریزی. هم خودش روغن داره، همین که الان ما با کره سرخش کردیم همین روغن کافیشه. خب درشو میذاریم که یه روب دیگه میام زعفرونش هم اضافه میکنم. خب الان یه وقتشه من این مقدار زعفرونم اضافه کنم. فقط مونده نمکش که اونم اواخر پاک نمکشم بهش اضافه میکنیم. حالا باید با شعله خیلی کم، همینطور البته زمان زیاد میاره تا پخته شه. شما میتونید داخل دودپزم بذارید بپزه، اگر مثلا فرصت کم دارید میخواید دودپزتون آماده شه، داخل دودپز که بریزید یک ساعت آماده میشه. ولی اینطوری الان من بعد 3-4 ساعت منتظر باشم. سه ساعت و نیم زمان میبره. آره. حالا این شعله بزرگه، چون باید با شعله سوزنی پخته شه، شعله خیلی که من میذارم روی شعله کناری. چه عطری رو انداخت. نه عطرش بوده. برای همون ادویجاتی چون زفری میشه دیگه. الان یک ساعته که این ماهیچه رو من گذاشتم داره میپزه. اومدم یه سر بهش بزنم، گفتم شما هم ببینید همینطور آروم آروم داره میجوشه. گاهی که سر میزنید از این آب سوسش هم برداریم بریزین رو خود ماهیچه که طعم بگیره، یا یعنی اینکه پشت روش کنید. من اینو پشت روش کردم یه بار. الان 2 ساعت و نیمه که این ماهیچه ما داره میپزه، اومدم بهش نمکش اضافه کنم، یه سری هم بهش بزنم. آره نیم ساعت دیگه دوباره میام سر میزنم، اگر نمکش کم بود دوباره اضافه میکنم. ماهیچه دیگه داره کم کم آماده میشه تا نیم ساعت دیگه. گفتم تا این نیم ساعت من باقالی پلو رو بذارم بپزی که غذامون قشنگ تازه باشه. الان آبش جوش اومده، برنج رو اضافه میکنم. اول که برنج رو اضافه میکنیم این آب از جوش میفته. بذارم یک دقیقه که بگذره دوباره قلقل میکنه، شروع میکنه جوشیدن. باقالیشو بهش اضافه میکنیم. حالا تو این فاصله من دارم این سیب زمینی رو حلقه کنم. تدیگه سیب زمینی داریم؟ میخوام تدیگه سیب زمینی رو بکنم، یه تدیگه نقاشی شده و خوشگل. عزیزا این سیب زمینی رو من کوچ کندم شسته، اونطور من از این طرف میدادم یکی حلقه همون بزرگتر باشه. حالا این باقالی رو هم اضافه میکنیم. این باقالی همون باقالیه که من اون روز رفتم تجریج، اون هفته رفتی میدون تجریج، این باقالی رو من از اونجا گرفتم دیگه. چون تازه بود باقالی داشته، نرفتم باقالی بگیرم. شدیدم داشتم، خود کرده بودم و رسه بودم توی اخشان، دو سه روز بود گرفته بودم دیگه. همش تازه است. تازه هستمش. خب حالا بریم ادامه کار سیب زمینی. حالا یه 5 دقیقه کار داره. میخوای مدل بدی بهش؟
ببین این سیب زمینی رو که الان اینطوری من حلقه کردم، خب به این صورت میذاریم روش، بعد برمیگردونیم میذاریم داخل قابلمه. داخل قابلمه قشنگ میشه. متوقع حواسمون باشه نسوزیم. طرح درختی، طرح درختی، تهدیگ طرح درختی. نقاشیش میکنیم امروز. آره مامان بانو تابلوی نقاشی درست میکنه دیگه. البته کم قابل من میشه جعفری ها رو چید سیب زمینی هم بذاریم روش، اون دیگه راحت تره، اون کارم میشه بکنی. اونطوری دیگه همه سیب زمینی ها انگار ندارن، رو همش قرار نمیگیره. نه دیگه اونطوری مثلا ممکنه گوشه جعفری بیاد روی سیب زمینی. برنجمون آماده شد، میخوام آبکش کنم. یکم روغن میریزم تای قابلمه داغ شه برای تدیگمون. یه مقدار من همینطوری از روی سیب زمینی ها زعفرون میریزم، زیاد نمیخواد، کم. برنج رو میریزیم، بعد لابلاش هم شویر اضافه میکنیم. بهش فتح تیکی از این کره هم خوب کردم بذارم روی باقالی پلومون که قشنگ خوش عطر بشه، چون کره عطرش خیلی خوشمزه است. دوستان یه نکته دیگه هم من میخواستم خدمتتون بگم برای این شویدی که ما قاطعی باقالی پلو میکنیم. یه وقت مثلا این شویدتون تازه است، دوست دارین شوید خشک هم اضافه کنید، چون شوید خشک باقالی پلو رو خیلی مجلسی میکنه، خیلی خوشگل در میاد. ولی چون من همین شوید تازه رو دوست داشتم، شوید تازه ریختم. بعد شما میتونین هم تازه هم خشک رو هم مخلوط کنید بریزید داخل باقالی پلوتون، اونم عادی در میاد، خوشمزه میشه. حالا یه سری هم به ماهیچمون بزنید. کم کم دیگه داره جا میفته، دیگه طاقت ندارم. بله آخرشه دیگه. یعنی الان باقالی پلو که شروع کنه دم کشیدن، دیدی که عطرش که را میفته، الان عطر ماهیچه هم را افتاده، یعنی دیگه طاقت من طاق شده. فکرم کل خونه رو باید باقالی پلو گرفته. نه آره حوض کردم، واقعا گرسنم شد. من چون پای گازم متوجه نمیشم زیاد بوشه. آره ولی خودت میگی بوش پیچیدت خونه. عالی شده. آره دقیقا. خب حالا من این مقدار داره برم نجام جو کنم تا برنجمون آماده شه. باقالی پلو هم یه جوریه که زود دم میکشه، یعنی یه رو بلا 20 دقیقه دیگه دم میکشه، بیشتر بمونه میسوزه، تر شدیگش میسوزه. بعد باقالی پلو رو نمیشه زیاد روی گاز نگه داره، چون من خیلی اصلا وقتی که درست کردم دیدن زیاد که باقالی پلو روی گاز میمونه، انگار که این برنج یه جوری میشه، انگار من فکر میکنم پیر میشه برنج، یه جوری میشه زیاد خودش رو میندازه. تا تازه تازه از آدم باید بکشه بخوره. دوستان این باقالی پلو یک مقدار که دم داد بالا، من دیگه این شعله بخشی رو آوردم گذاشتم زیرش که نسوزه، دیگه ما خوب در بیاد. بعد برنجم من قبل از این که بخوام درست کنم حدوداً دو ساعت و نیم بود که خیس کرده بودم، یعنی تو این بینی که گوشتمون داشت میپخت، تو این بین من دیگه برنجم خیس کردم، کامل خیس خورد. دیگه رو باید سرو کنیم تا باقالی پلومون دم بکشه، برگردم دیگه برای سروش. هم باقالی پلومون آماده شد، هم ماهیچمون دیگه. من جفتش الان برنجو خاموش کردم، ماهیچم خاموش کنم که بکشیم داخل ظرف. حالا داخلش رو شما هم ببینید. اینم از ماهیچمون قشنگ دیگه کامل پخت. الان حدودا 4 ساعت زیرش خیلی کم بود. اینم از باقالی پلومون. یه مقدار از این سس میدم روی ماهیچه که نرم مونه.
دوستان اینم سریه که من کامل یک کپی سری گذاشتم کنارش، بخ ببینید همونطور درست مونده. حالا اینم اگر دوست داشته باشید میتونید بخورید، هیچ اشکالی نداره. دیگه من زعفرون رو ریختم دورش. اینم از باقالی پلو و مایشه که درست کردم، انشالله که درست کنید و عید خوبی رو داشته باشید و نوشه جان کنید. اینم یه سالاد مجلسی قشنگه برای سر سفرتون موقعی که مهمون دارین، واقعا خیلی زیباست. اینو من به عنوان شورتیدیو پرداشتم، فیلمشو براتون میذارم، ولی الان دیگه کنار غذا بود چون خودمونم میخواییم شام بخوریم، این سالاد هم کنارش دیگه میخواییم بخوریم. حالا این ماهیچمونم که پختم، من وسطش رو با قاشق باز کنم، شما بافت داخلش هم ببینید که ببینید چقدر پخته شده، چجوری شده. ببینید دوستان کامل اینه پخته شده. اینم که از این قسمتشه، واقعا جای تمام دوستان خالی. با اجازتون مهکم برنج بریزم با این ماهیچمون تستی بکنم. تحتیگه دل منو برده. آره. قشنگ شده. دوستان ببینید اینم سس ماهیچمونه اینها. اینقدر سس برام موند. یعنی من با اون 2.5 لیوان آب، 2.5 تا 3 لیوان آب من ریختم. قشنگ کامل پخت، هیچ دیگه هم اضافه نکردم. یه مقدارم که تو این ظرف. بله، یه مقدار سس هم به ما داد. با اجازه دوستان. تا تست میکنی من این سالاد رو از جلو نشون بدم. اینم سالادیه که مامان درست کرده. واقعا طعمش خیلی خوشمزه شده، جای تمام دوستان خالی. خیلی خوشمزه شده. دوستان شما این ماهیچه رو میتونید با شوید پلو درست کنید و میتونید با کته ساده درست کنید. یعنی با کته سفید و ساده خیلی خوشمزه میشه. آره گفتم اینم خدمتتون بگم. من این تدیگم تردشو بهتون نشون بدم که ببینید چه قشنگ ترد شده، سرخ شده. نکن با قلب من بازی نکن. واقعا بی نظیر شده، خیلی عالی در اومده. هم خوشگل شد با این جعفریا، هم که قشنگ سرخ شده. زعفرونی هم که هست، یه طعم زعفرون هم میده. دوستان عزیز من همینجا ویدئو رو قطع میکنم، من دیگه طاقت ندارم، مجبورم تصویر رو قطع کنم، مامان دیگه طاقت من رو تموم کرد. واقعا جای دوستان خالی، انشالله که شما هم درست کنید و در کنار خانواده لذتش رو ببرید. دوستان ممنونم که تا آخر ویدیو همراه هم بودید. من دیگه ویدیو رو همینجا تمومش میکنم. خیلی دوستتون دارم. هر کجا هستین مراقب خودتون باشین. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.